سلام، جمعه 8 بهمن 89 28 ژانویه 2011 میلادی در مورد 10 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه روز گذشته 10 نفر دیگه در زندان‌های ایران اعدام شدند. 7 نفر در زندان قزلحصار کرج و 3 نفر در زندان ارومیه به جرم قاچاق مواد مخدر. ده‌ها سازمان حقوق بشری در دنیا به روند اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که اعدام به مرز هشدار در ایران رسیده و نگرانی های خشونت ورزی حکومت بالا گرفته. مقاله خیلی خوبی آقای علی تهرانی در سایت رادیو زمانه در این خصوص نوشته تحت عنوان امپراتوری اعدام که من زمینه برنامه امروز میکنم. در این مقاله آقای تهرانی به درستی توضیح داده که وقتی حکومت ها دچار بحران مشروعیت میشن ناچارن که قدرت نمایی خودشونو به خصوص حکومت‌های اقتدارگرا قدرت نمایی خودشونو با خشونت ورزی و خشونت در قبال تن شهروندانشون اعم از اعدام، شکنجه یا محدودیت برای پوشش‌های اونها و غیره اعمال بکنن و حکومت‌های دموکراسی در واقع نیازی به این قبیل خشونت ورزی‌ها ندارن. نکته دوم اینکه خانواده‌های زندانیان سیاسی گوهردشت وقتی دیروز برای ملاقات عزیزانشون رفتن به جای ملاقات حضوری اونها رو به ملاقات کابینی بردن که این کار با اعتراضشون مواجه شد و اصولاً بچه‌های سیاسی رو که به بند 4 سالن 12 منتقل کردن شرایط این بند اصلاً خوب نیست، یعنی شیشه های شکسته، شوفاژ سرد، حمام خراب و ده ها مشکل دیگه که با اعتراض زندانیان و خانواده هاشون مواجه شد. خانم سمیه فرید فعال حقوق زنان و عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای کروبی که روز گذشته به بهشت زهرا رفته بود بر وقتی قصد داشت بر سر آرامگاه شهدا بره از رفتن او جلوگیری کردن. ارازل و اوباش حسب معمول بودن شعار دادن و سرانجام اجازه ندادند آقای کروبی به جایی که میخواد بره. نکته سوم اینکه سایت شهرزاد نیوز که از سایت های فعال زنان هست فراخوانی رو مطرح کرده که قبض‌های آب و برق و گاز و غیره رو مردم نپردازن. با توجه به اینکه فاز اول در واقع داره طی میشه و مردم به تدریج دارن متوجه گرونی کالاها میشن، پیشنهادات مختلف این روزها مطرح میشه برای بسیج مردم، برای نپرداختن قبض‌ها و مقاومت مدنی از این مسیر که وقتی که به اجماع برسه و جمع کلی در واقع راجبش این تصمیم رو بگیرن خدمتتون اعلام خواهم کرد. نکته چهارم اینکه سایت جهان نیوز خبر از رسیدگی کمیسیون اصل 90 مجلس به پرونده زمینخواری در دماوند داده. به موجب خبر جهان نیوز 2880 هکتار زمین از باغات و اونجا کاربری هاش عوض شده و این زمینخواری، این مقدار زمین شاید نزدیک به 2 برابر کل مساحت شهر دماوند در مجموعه شهرستان دماوند. در پرونده زمینخواری در دماوند پای روزنامه کیهان و آقای حسین شریعت مداری هم همواره مطرح بوده. چند سال قبل هم که دعوایی بین ایرنا و کیهان مطرح شد وقتی که بچه های ایرنا از پرونده زمینخواری و آقای شریعت مداری در اراضی دماوند سخن به میون آوردن کیهان ساکت شد و دیگه صداش در نیامد. سردار جمشیدی هم خبر از هزینه کردن 400 میلیارد تومان برای ساختن پایگاه‌های بسیج در سال جاری داده و گفته که هر سال هم تا آخر برنامه 5 ساله همین مبلغ هزینه خواهد شد. به نظر میرسه که این یک بخشی از فسادی است که آقای نقدی و اعوان و انصارش در بسیج در پیش گرفتند و به بهانه ساختن پایگاه‌ها میلیاردها تومان پول در بسیج حیف و میل میشه به اضافه سایر زمینه‌های اقتصادی که این سازمان درش
درگیره. نکته پنجم اینکه حساب پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در لندن مسدود شد. در جشنواره فیلم فجر امسال هم بعد از آقای محمد علی طالبی و خانم تحمینه میلانی، سیروس الوند و عبدالرضا کاهانی هم فیلم هاشون از جشنواره فجر بیرون بردن. فیلم رسول صدر عاملی هم توقیف شد و روند توقیف خیلی از فیلم ها آغاز شده، ضمن اینکه با باز کردن بخش جدیدی در این جشنواره به نام نوعی نگاه، فیلم هایی رو هم که دوست ندارند به گردانندگان وزارت ارشاد به جای مسابقه به این بخش دادن. به نظر میرسه که کشمکش سینماگرا و تحریم سینماگرا از جشنواره فجر در دستور قرار داره و روزهای آینده باز هم خبرهایی از این زمینه باید منتظر باشیم که بشنویم. نکته ششم اینکه سندیکای مستقل شرکت واحد خواستار تشکیل گروه مستقلی شده برای حادثه ایران خودرو و کشته و زخمی شدن کارگرای این کارخونه. نکته هفتم اینکه روسیه اعلام کرده که ایران پیشنهاد مبادله سوخت رو بپذیره که در استانبول به ایران داده شده. از محتوای این پیشنهاد چیزی منتشر نشده. وزیر خارجه جدید برزیل هم اعلام کرده که برزیل دیگه قصد نداره در مسئله هسته‌ای ایران میانجیگری بکنه. لیست مطلبی رو هم بی بی سی منتشر کرده داله بر اینکه آقای صالحی وزیر خارجه پیشنهادی دولت آقای احمدی نژاد به مجلس در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا در ردیف 15 قرار داره. بنابراین اگر به عنوان وزیر خارجه ایشون رأی بیاره، امکان سفر به کشورهای اتحادیه اروپا رو نداره مگر اینکه در هر نوبت اجازه مخصوص بگیره. نکته هشتم اینکه آقای مهدی طائب، برادر حسین طائب، چهره خونریز و از عوامل اصلی سرکوب‌های بعد از کودتا، در حمله به آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرده که آقای هاشمی رفسنجانی اصولاً نمی‌فهمه. ایشون از مدافعین آقای رحیم مشایی است و القاب عجیب و غریبی رو به آقای رحیم مشایی منتسب میکنه. اما در سوی دیگه مخالفین مثل جوان آنلاین مطرح کرده که اصولگرایان منحرف که منظورشون آقای رحیم مشایی، در شهرستانها شروع به عزل و نسب‌های انتخاباتی کردن. کشمکش ها در دو طرف طیف اصولگراهای دور دولت آقای احمدی نژاد بر سر آقای رحیم مشایی در ابعاد مختلف خودش رو نشون میده. آقای الهام مشاور آقای احمدی نژاد هم مطرح کرده که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در مورد رئیس کل بانک مرکزی خلاف قانون اساسی است. ایشون البته ناشیانه سعی کرده که پای رهبری رو هم بکشه وسط و اون رو روبروی آقای رفسنجانی و مجمع تشخیص قرار بده و گفته که لابد قدم بعدی بحث اختیارات رهبری مطرح خواهد شد. نکته نهم دو خبری است که به نظر من اسمش رو گذاشتم بیماری دونکیشوتیزم در جمهوری اسلامی، که از شخص رهبری یعنی آقای خامنه‌ای تا احمدی نژاد تا بقیه گریبانگیر همه دستاندرکاران این حکومته، چون خودشون رو محور دنیا میدونن و خودشون رو فکر میکنن صبح تا شب همه دنیا مشغول برنامه ریزی و علیه اونها هستن یا کار و زندگی جز برخورد با جمهوری اسلامی ندارن. این دو خبر، یکیش این است که آقای احمد حسین شریفی، معاون مؤسسه امام خمینی، یعنی همون مؤسسه آقای مصباح یزدی که میلیاردها تومان از بودجه عمومی مصرف میکنه، گفته که دشمن 7000 دین ساختگی برای مقابله با نظام اسلامی درست کرده. یک سایت طرفدار آقای احمد نژاد هم گفته که استقبال استان گیلان از آقای احمدی نژاد معادلات جهانی رو به هم زد. جز خبط دماغی و دونکیشوتیزم نام دیگه‌ای به این قبیل اخبار نمیشه. نکته آخر بحث مصر و حرکت در دنیای اسلام و دنیای عربه. امروز جمعه از طرف فیسبوک و سایت های اینترنتی 6 آوریل مردم دعوت شدن به نام جمعه خشم، اسم گذاری شده، مردم دعوت شدن که
در نماز جمعه که در مصر در نقاط مختلف برگزار میشه و یک نقطه نداره، در مساجد متعدد برگزار میشه، شرکت بکنن و تظاهرات ضد حکومتی انجام بدن، یعنی از این فضا استفاده بشه. اخوان المسلمین که در تا الان حضور نداشته فردا گفته شرکت میکنه، اما با زیرکی به نظر میرسه که اعضای اخوان المسلمین سعی میکنن خودشون رو دورتر نگه دارن تا بهانه به دست آقای مبارک و همراهانشون ندن. ارزش بورس مصر کاهش پیدا کرده، توییتر، فیسبوک و اینترنت رو دولت مصر قطع کرده، تلفن‌های دستی رو قطع کرده و کارهایی رو کرده که سایر دیکتاتورها هم میکنن. در این خصوص باز هم روزهای آینده صحبت خواهیم کرد. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.